دل آسودگی، فراسوی غم و شادی، فراسوی خوب و بد. پرسش: آیا بین شادی و دل آسودگی تفاوتی هست؟ پاسخ: آری، شادی وابسته به شرایطی است که ما آن را مثبت تلقی می کنیم. دل آسودگی وابسته به چیزی نیست. پرسش: آیا ممکن نیست که فقط شرایط مثبت را جذب زندگی خود کنیم؟ اگه دیدگاه و فکر ما همیشه مثبت باشه، اون وقت فقط حوادث و شرایط مثبت رو بروز خواهیم داد. اینطور نیست؟ پاسخ: آیا واقعا و دقیقاً میدونی چه چیزی مثبت و چه چیزی منفیه؟ آیا تصور تو از این دو کلی نیست؟ آدم‌هایی بودند که محدودیت‌ها، شکست‌ها، ضررها و یا درد و رنج‌ها براشون حکم معلمی بزرگ رو داشته. این چالش‌ها و دشواری‌ها به آنان آموخته که تصویر ذهنی و دروغین از خود رو کنار بگذارن و از هوس‌ها و آرزوهای نفسانی دست بکشن. رنج‌ها و دشواری‌ها این گونه آدم‌ها رو واقعی‌تر کرده. اون چیزی که در زندگی تو رخ میده و منفی تلقیش می‌کنی، بی‌تردید درسی عمیق در خود داره. ممکنه در همون هنگام متوجه این درس نهفته نشی، اما حتی یک بیماری جزئی و یا یک حادثه کوچیک هم میتونه به تو نشون بده که در تو چه چیزی واقعی و چه چیزی غیر واقعیه، چه چیزی اساساً مهمه و چه چیزی بی اهمیت. به تعبیری، بر هر آنچه که اتفاق میفته خیری نهفته است و خیر حادثه ها و چالش ها اینه که ما رو به ما نشون میدن. اگه از نظرگاهی بالاتر نگاه کنیم، شرایط همواره مثبتن. دقیق تر بگم شرایط نه مثبتند و نه منفی. اونا همون چیزی هستند که هستند. و وقتی تو در حالت پذیرش کامل آنچه که هست قرار داری که تنها شیوه زندگی درسته، در واقع به فراسوی خوب و بد رفته. حالا دیگه برای تو فقط خیر بر این وجود داره و بس. خیری که حتی منفی ها و بدها رو هم در بر میگیره. اگه از دیدگاه ذهن نگاه کنی، فقط خوب، بد، خوشایند، ناخوشایند، عشق، نفرت میبینی. به همین دلیل در کتاب مقدس میخوانیم آدم و حوا از بهشت جانده شدند زیرا از درخت دانش خوب و بد خورده بودند. پرسش: به نظر من این فریب دادن خوده. وقتی حادثه ناگوار برای من یا یکی از نزدیکان من اتفاق میفته، تصادف، بیماری، نوعی درد و یا مرگ، میتونم تظاهر کنم که در این حادثه خیری بوده. اما واقعیت اینه که اون حادثه بد بوده. پس چرا این حقیقت رو منکر بشم؟ پاسخ: لازم نیست به چیزی تظاهر کنی. تو فقط به اون حادثه مجالی برای بودن میدی. همین و بس. این مجال دادن تو رو به فراسوی ذهن خیش و الگوهای مقاومت اون میبره. الگوهایی که قطبهای مثبت و منفی رو میآفرینند. این مجال دادن عنصر اساسی بخششه. بخشیدن زمان حال بسیار ضروری تر از بخشیدن زمان گذشته است. اگر هر لحظه رو ببخشی، یعنی به اون مجال بودن بدی، دیگه رنجش ها رو در روح خود تلمبار نمی کنی. توجه کن، بحث ما درباره شاد بودن نیست. برای مثال، وقتی یکی از عزیزان تو تازه مرده و یا احساس میکنی که به لحظه مرگ خود نزدیک شده ای، نمیتونی شاد باشی. بدیهیه. اما میتونی در آرامش باشی. ممکنه عشق بریزی و اندوهگین باشی. اما زیر عشقها و اندوه تو صفایی و آرامشی و حضوری قدسی نهفته است. این حالت همون تجلی ذات غیر متجلی هستی در توه. همون دل آسودگیه. همون خوبیه که زدی نداره. پرسش: اما اگه وضعیتی پیش اومده باشه که از دست من کاری برای تغییر اون بر بیاد چی؟ چطور میتونم به اون وضعیت مجال بودن بدم؟ چطور میتونم اون رو بپذیرم و در عین حال تغییرش بدم؟ پاسخ: تو کاری رو بکن که احساس میکنی باید بکنی. کار خود رو بکن و در عین حال پذیرای اون چیزی باش که هست. از اونجایی که ذهن و مقاومت هم معنا هستند، بنابراین پذیرش
بیدرنگ تو رو از سلطه ذهن رها میکنه و به این ترتیب اتصال تو رو با هستی برقرار میکنه. در نتیجه میل نفس به اینکه کاری انجام بده، ترس، حس، کنترل، دفاع یا تغذیه احساسی دروغین از خود فروکش میکنه. در این حالت آگاهی ژرف و گسترده تر از ذهن پدیدار میشه و به اعمال تو کیفیتی استثنایی میبخشه. 2000 سال پیش ماکوس اورلیوس، انسانی قدرتمند و با بصیرت، نوشته: پذیرای آنچه باش که واقع می شود. آنچه واقع می شود تار و پودی است که گلیم سرنوشت تو را می بافد. بسیاری از آدم ها گویی ناچارن درد و رنج بسیاری رو بیهوده تحمل کنند تا سرانجام به این نتیجه برسند که باید رضا به داده بدهند و گره از جبین بکشایند. رضا به داده دادن یعنی بخشیدن لحظه ها، یعنی تلمبار نکردن رنجش ها و بیزاری ها و کدورت ها، یعنی اینکه من کار خود رو می کنم و در این حال می دونم در اون چیزی که اتفاق افتاده خیری نهفته است. با پذیرش تو معجزه ای رخ می ده. بیداری هستی، آگاهی از خلال آنچه که شر و ناخوشایند به نظر می رسه. استحاله رنج به دل آسودگی. هدف از همه دردها و رنجها و ابتلاعات در دنیا اینه که آدمها حقیقت خود رو که آن سوی پرده نام و صورت است بشناسند. بنابراین آنچه رو که ما با فهم محدود خود به عنوان شر تلقی می کنیم چیزی نیست مگه پاره ای از یک خیر برین که ضدی نداره. البته جز از طریق بخشیدن نمی توان این نکته رو فهمید. اگه این بخشش اتفاق نیفته، شر استحاله پیدا نمی کنه و همچنان شر باقی می مونه. از طریق بخشیدن که به معنای فهم خیالی بودن گذشته و نیز مجال دادن به لحظه حاله که آنچنان که هست باشه، معجزه استحاله رخ می ده. نه تنها در درون تو، بلکه در بیرون تو هم. فضای ساکت و آرام حضوری ژرف هم در درون تو و هم در بیرون تو پدید میاد. اون وقت هر چیز و هر کس وارد این فضا میشه تأثیری عمیق میپذیره. گاهی آشکار و فوری و گاهی در سطحی عمیق‌تر که به چشم نمیاد ولی در آینده ظاهر میشه. به این ترتیب ناسازگاری رو کنار میذاری، دردها رو شفا میدی، ناآگاهی رو میزدایی. بیان که کاری بکنی، تنها با فرکانس پرقوت حضور خیش. پایان نمایش غمبار زندگی تو. پرسش: در اون حالت پذیرش و دلاسودگی، حتی اگه وضعیت خود رو بد تلقی نکنی، آیا چیزی در زندگی ما اتفاق میفته که بد باشه؟ پاسخ: بسیاری از بدی ها حاصل جهل و ناآگاهی آدم هاست. این بدی ها رو ما خود می آفرینیم، یا بهتره بگم نفس ما می آفرینه. من گاهی این بدی ها رو نمایشی حقیر می نامم. اگه آگاه باشی، نمایش های حقیر نمی تونند زندگی تو رو تیره و تار کنند. اجازه بده به طور مختصر نحوه عملکرد نفس رو برات تشریح کنم و بگم نمایش های حقیر زندگی ما چطور توسط نفس آفریده میشن. نفس ذهن نامشهود توه که وقتی تو غایبی و با عنوان آگاهی مشاهدگر حضور نداری، او زمام زندگی تو رو به دست میگیره. نفس خود رو پارهی جدا افتاده در جهانی ناساز و خشن میدونه، جهانی که در آن او هیچ ارتباطی با موجودات دیگه نداره و فقط با نفس‌های دیگه‌ای شبیه به خود احاطه شده. نفس‌هایی که برای او یا تهدید بالقوه تلقی میشن یا وسیله‌ای برای ارضای خواهش‌ها. الگوهای بنیادی ذهن طراحی شدند تا وسیله‌ای باشند برای جنگیدن با ترس ریشه‌دار و احساس کمبود نفس. این الگوها عبارتند از مقاومت، کنترل، قدرت، هرس، دفاع، حمله. و
بعضی از تدبیرهای نفس واقعا زیرکانه است. با وجود این تدبیرهای زیرکانه هرگز نمیتونه مشکلات نفس رو برطرف کنه، چون مشکل خود نفسه. وقتی نفس ها به هم میرسن، چه در روابط شخصی یا در یک سازمان و یا در یک تشکیلات، دیر یا زود اتفاقات بد رخ میده. نمایش های حقیر در شکل های کشمکش، مسئله سازی، برتری طلبی، خشونت های عاطفی و یا فیزیکی و غیره. این نمایش های حقیر شامل شرارت های جمعی هم میشه، مثل جنگ، نسل کشی، استثمار و غیره، که همه اینها معلول ناآگاهی توده است. علاوه بر اینها، بسیاری از بیماری ها نتیجه مقاومت مدام نفسه، مقاومتی که موجب گرفتگی مسیر جریان انرژی بدن میشه. وقتی که دوباره به هستی پیوند میخوری و زمام زندگی خود رو از دست ذهن بیرون میاری، دیگه نمایش های حقیر رو نمی آفرینی. گفتار و کردار و پندار بد از تو سر نمی زنه. وقتی دو نفس و یا نفس های بیشتر دور هم جمع میشن، خود به خود نمایشی حقیر ساخته میشه. نفس حتی اگه تنها باشه، باز نمایشی حقیر و یک نفره رو میسازه و اون رو بازی میکنه. وقتی نسبت به حال خود تأسف میخوری، این همون نمایش حقیره. وقتی به گذشته یا آینده اجازه میدی تا بر لحظه حال تو چیره بشن، به این ترتیب زمان رو میسازی، زمان روانی رو، ملات نمایش حقیر زندگی رو. هر وقت که لحظه حال رو موهبت تلقی نمی کنی، به اون ارزش و احترام قائل نیستی و به اون اجازه نمیدی که همون طور که هست باشه، مشغول آفریدن نمایشی حقیر هستی. بسیاری از آدم ها عاشق نمایش های حقیر زندگی خود هستند. نمایش های حقیر اونها هویت اونها شده. نفس زمام زندگی اونها رو در دست گرفته. اونها همه احساس خود رو از خود روی این نمایش های حقیر سرمایه گذاری کردن. حتی جستجوی اغلب ناموفق آنها برای یافتن پاسخ، راه حل و یا چاره‌ای برای دردهای خود به پاره ای از این نمایش حقیر تبدیل میشه. اونها از این میترسند که این نمایش حقیر به پایان برسه. تا موقعی که اونها ذهن خیش هستند، بیشتر از هر چیز از بیداری خود وحشت دارند. اگه اون چیزی رو که هست کاملا بپذیری، همه نمایش های حقیر زندگی تو به پایان میرسه. دیگه کسی با تو جر و بحث نخواهد کرد. هیچ کس نمیتونه با یک آدم کاملا آگاه و بیدار جر و بحث کنه. جر و بحث حاکی از اینه که تو خود رو با ذهن خیش یکی انگاشته ای. موزه ذهنی اتخاذ کرده ای و در برابر موزه ذهنی دیگری مقاومت میکنی و یا واکنش نشون میدی. کسی که آگاه و بیداره، وقتی مخاطب جاهلان واقع میشه، میگه سلام، همین و بس. جر و بحث ساز و کار ناآگاهیه. البته تو میتونی منظور خود رو شفاف و رسا بیان کنی، اما در بیان تو اثری از واکنشی تحمیلی و یا موضعی دفاعی و حمله وجود نداره. بنابراین بیان تو به یک نمایش حقیر تبدیل نمیشه. وقتی که کاملا آگاه هستی، وارد نزاع و درگیری نمیشی. کسی که با خود یگانه است، حتی تصور نزاع و درگیری رو هم به اندیشه خود راه نمیده. البته منظورم فقط نزاع و درگیری با دیگران نیست، بلکه نزاع و درگیری با خود هم مد نظره. نزاع و درگیری تو با خود هنگامی خاتمه پیدا میکنه که دیگه بین توقعات ذهن تو و آنچه که هست تضادی باقی نمونده باشه. ناپایداری و چرخه های زندگی. با وجود این، تا وقتی که در بعد فیزیکی به سر میبری و به روح جمعی بشر مربوط هستی، درد جسمی اجتناب ناپذیره، گرچه زیاد نیست. نباید این درد رو با درد و رنج ذهنی عاطفی اشتباه کرد.
همه درد و رنج‌های ذهنی عاطفی زاده نفسند و به دلیل مقاومت در برابر آنچه که در لحظه حال هست به وجود میاد. در ضمن تا موقعی که در بود فیزیکی به سر میبری در معرض طبیعت ادواری این بود و همچنین قانون تغییر و ناپایداری همه اشیا هم هستی. اما دیگه نباید این تغییر و ناپایداری رو بد تلقی کنی. این تغییر و ناپایداری چیزیه که هست. همینو بس. به واسطه اینکه اجازه میدی چیزها و امور همونطور باشند که هستند، بودی ژرف از دل بازی ازداد زاده میشه. حضوری جاودانه و پایدار. آرامش و سکوتی که تغییر نمی کنه. شادمانی بی دلیل که فراسوی خوب و بد قرار داره. این شادمانی موهبت هستیه. لطف لطیف هستی. در سطح صورتها تولد هست و مرگ، آفریده شدن و نابودی، رشد و نهایتاً متلاشی شدن و تجزیه همه صورتها. این چرخه رو در تمامی پدیده ها مشاهده می کنیم. در چرخه زندگی یک ستاره و یا یک سیاره، در چرخه زندگی بدن مادی، یک درخت، یک گل، در فراز و فرود ملت‌ها و تمدن‌ها و نظام‌های سیاسی و نیز در چرخه اجتناب ناپذیر سود و زیان زندگی یک فرد. در زندگی تو چرخه‌های ترقی وجود داره. اون وقت که اوزا چنین میشه که بوته گل باغچه خواهش‌های تو میشکفه. در زندگی تو چرخه‌های شکست هم هست. اون وقت که بوته گل باغچه خواهش‌های تو پژمرده میشه. در این صورت باید بوته پژمرده و خشکیده رو کنار بذاری تا جایی برای بوته‌ها و گل‌های تازه باز بشه. و یا اینکه اون بوته رو به حال خود بگذاری تا شاید در زمان و هوایی مناسب فصل دگرگونی دوباره به گل بشینه. اگه به اون بچسبی و یا در برابر آنچه که واقع شده بیستی، باید بدونی که نمیخوای با جاری زندگی جاری باشی. بنابراین رنج خواهی بود. چرخه زندگی مدام میچرخه. چرخه زندگی بالا و پایین داره. چنین نیست که بالای چرخه زندگی خوب باشه و پایین چرخه زندگی بد. البته در قضاوت ذهن چنینه. رشد و ترقی همواره مثبت تلقی میشه. اما هیچ چیز در حالت رشد و ترقی مدام نمیمونه. اگه رشد و ترقی مدام فزونی میافت، اون وقت به مرحله هیولاوار و ویرانگر میرسید. چه در زمینه ثروت، قدرت، شهرت، اعتبار و غیره. این فواره هر چی بالاتر بره، لحظه پایین اومدن خود رو نزدیکتر ساخته. در جهان صورتها تجزیه شدن و متلاشی شدن لازمه تا زمینه برای رویش تازه‌ها فراهم بشه. در جهان صورتها هر چیزی ضد خود رو در دل پرورش میده. برای تحقق شکوفایی درون تجربه پایین چرخه زندگی هم ضروریه. باید در سطحی از این چرخه شکست رو عمیقاً تجربه کرده باشی و طعم بحران رو چشیده باشی. چنان که به جایی برسی که بگی پس کجاست اون یاری اون هستی؟ همین لحظه است که نقطه عطف تو برای وصال و روشن شدگیه. یا شاید به اوج موفقیت‌های منظور خود برسی و اون وقت ببینی که اونها پوچند و چیزی جز هدر دادن عمر تکرار ناپذیر نبودن. در دل هر موفقیتی شکستی هست. در دل هر شکستی موفقیتی هست. در این دنیا، دنیای صورت‌ها، همه دستاوردها سرانجام به هیچ ختم میشن. هیچ صورتی پایدار نیست. با وجود این حقیقت هنوز میتونی فعال باشی و از آفریدن شکل‌ها و وضعیت‌های تازه زندگی لذت ببری. اما دیگه خود رو با این شکل‌ها و وضعیت‌ها یگانه نخواهی دونست. تو دیگه به این صورت‌ها و وضعیت‌ها نیازی نداری تا به تو احساسی از خود بدن. این صورت‌ها و وضعیت‌ها زندگی تو نیستن، فقط وضعیت زندگی تو هستن.
وضعیت زندگی تو زندگی تو نیست. زندگی تو فراتر از همه وضعیت‌های ممکنه. انرژی فیزیکی تو هم دستخوش همین چرخ است. این انرژی همواره در اوج نمیمونه. انرژی بدنی تو گاهی بالاست و گاهی پایین. گاهی در اوج انرژی و خلاقیت خود هستی و گاهی به نظر میاد که همه چیز به حالت رکود در اومده و گویی تو بر در بسته میکوبی. چرخه برای همه چیز هست. گاهی چند ساعت طول میکشه و گاهی چند سال. چرخه های بسیار بزرگ وجود دارند که چرخه های کوچکتر رو در دل خود جای دادن. بعضی از بیماری ها نتیجه جنگیدن با چرخه هایی که از انرژی پایینی برخوردارند و برای حیات ما ضروری هم هستند. وسواس انجام دادن کاری و تمایل به ساختن هویت و احساسی از ارزشمندی خود با کمک گرفتن از عوامل بیرونی نظیر دستاوردها، مدرکها، موفقیتها توهمی اجتناب ناپذیر، چون تو هنوز خود رو با ذهن خود یگانه میپنداری. این تمایل مانع این میشه که چرخه پایین رو بپذیری و به اون مجالی برای بودن بدی. بنابراین هوشیاری بدن تو برای حفظ خود وارد عمل میشه و تو رو بیمار میکنه تا توقف کنی و مجالی بدی تا تجدید حیات در تو عملی بشه. بدن تو نیازمند اینه که مدام خود رو تازه کنه. در غیر این صورت در هم میشکنه. طبیعت دورانی جهان بستگی شدیدی داره به ناپایداری همه چیزها و همه وضعیتها. بودا این حقیقت رو به محور آموزه‌های خود تبدیل کرد. همه شرایط و وضعیتها به شدت بی ثباتند و دستخوش دگرگونی. ناپایداری ذات تمامی چیزها. هیچ وضعیتی برای همیشه یکسان نمیمونه. چیزها و وضعیتها دگرگون میشن، ناپدید میشن یا دیگه تو رو ارضا نمیکنه. گنج آرزوهای خود رو روی زمین مگذار. اینجا موش دارد و زنگار و دزدان نیز در کمین نشسته. تا موقعی که یک وضعیت چه یک رابطه باشه و یا دارایی، نقش و یا مقام اجتماعی یا وضعیت بدنی به عنوان خوب مورد قضاوت ذهن قرار میگیره، ذهن خود رو به اون وضعیت میچسبونه و خود رو با اون یکی میپنداره. این حالت تو رو خوشحال میکنه و باعث میشه احساس خوبی نسبت به خود داشته باشی و ممکنه این احساس پاره ای از تو و یا پاره ای از تصویری بشه که تو از خود در ذهن ساخته ای. اما هیچ چیز در این بودی که موش داره و زنگار برای همیشه دوام نمیاره. یا به پایان میرسه یا دگرگون میشه و یا به قطب ضد خود تبدیل میشه. چیزی که تا دیروز خوب تلقی میشد ناگهان اکنون برات بد شده. همون وضعیتی که روزی تو رو شاد میکرد اکنون مایه غم و ماتم تو شده. دارایی امروز به مصرف زدگی هار فردا تبدیل میشه. نامزدی و ماه عسل خوش امروز فردا به کشمکشی دردناک و یا طلاقی غمبار تبدیل میشه. وقتی شرایط و یا وضعیتی که ذهن به اون وابسته شده و خود رو عین اون میپنداره عوض میشه و یا به پایان میرسه، ذهن از قبول اون سر باز میزنه. ذهن به وضعیت ناپدید شده میچسبه و در مقابل دگرگونی مقاومت میکنه. به این میمونه که عضوی از بدن کسی رو قطع کرده باشه. بسیار شنیده ایم درباره افرادی که ناگهان ورشکست شدن و یا شهرت و محبوبیت خود رو از دست دادن، بنابراین دست به خودکشی زدن. بعضی ها هم هستن که در چنین احوالی فقط غمگین و یا بیمار میشن. این گونه آدم ها نمیتونن بین زندگی خود و وضعیت زندگی خود تفاوتی قائل بشن. اخیراً خبری خوندم درباره هنرپیشه مشهوری که در 80 سالگی مرد. این هنرپیشه وقتی به مرور ایام زیبایی خود را از دست داد و پا به سن گذاشت، غمگین و گوشه‌گیر شد. او خود را با وضعیت زندگی خود یعنی صورت زیبایش یکی گرفته بود. ابتدا وضعیت او احساس خوبی به او می داد.
او زیبا بود. اما بعدها او احساس بدی نسبت به خود داشت. اگر او میتونست با حیات بی زمان درون خود ارتباط برقرار کنه، اون وقت میتونست با آرامش و لبخندی بر لب اجازه بده تا بدنش سیر طبیعی خود رو دنبال کنه و او فقط شاهد باشه، بدون اینکه نسبت به سیر طبیعی بدن خیش قضاوتی داشته باشه. علاوه بر این، نور بی زمان درون او میتونست از شفافیت جسمش عبور کنه و جسم رو تابناک گردانه. در این صورت اون نه تنها زیبایی صورت خود رو از دست نداده بود، بلکه اون رو به زیبایی معنوی و آسمانی تبدیل کرده بود. با وجود این، هیچ کس به اون نگفته بود که این استحاله ممکن است. آدم ها معمولاً اون حقیقتی رو که بیش از هر چیزی به دونستن اون محتاجن نمی دونن. بودا گفته که در پس همه شادی های ما غمی نهفته است. شادی نمیتونه از ضد خود جدا باشه. شادی و غم تو در حقیقت یگانند، یکی هستند. تنها توهم زمانه که شادی رو از غم جدا میکنه و اونها رو دو چیز نشون میده. گمان نکن که منفی گرایی میکنم. فقط میخوام پرده رو از روی حقیقت اشیا و امور کنار بزنم تا تو باقی عمر خود رو در وهم و خیال زندگی نکنی. وگرنه منظورم این نیست که از لذتها اجتناب کنی و چیزهای زیبا رو مقتنم ندونی و شرایط بهتری برای خود فراهم نکنی. منظورم اینه که از این چیزها توقعی رو نداشته باشی که اونها توان برآورده ساختن اون توقع رو ندارن. توقع یک هویت، دوام و پایداری، کامیابی مدام. چنین توقعاتی موجب احساس یأس و سرخوردگی و رنج میشه. اگه آدم ها همه به روشن شدگی میرسیدن و در میان اشیای بیجان به دنبال هویتی برای خود نمیگشتن، اون وقت همه صنعت تبلیغات و نهادهای مصرف آفرین و کارخونه های سازنده چیزهای بیهوده تجملاتی فرو می پاشیدن. هرچی بیشتر به این ترتیب به دنبال خوشبختی بگردی، فاصله خوشبختی با خود رو بیشتر می کنی. هیچ چیز که در بیرون توه نمی تونه تو رو ارضا کنه مگه به طور موقتی. اما برای فهم همین حقیقت باید توهمات بسیاری رو کنار بذاری. چیزها و وضعیتها می تونن به تو لذت ببخشن، اما در این حال به تو درد هم می دن. چیزها و وضعیتها می تونن به تو لذت ببخشن، اما نمی تونن طعم شادمانی حقیقی و دل آسودگی رو به تو بچشونن. هیچ چیز نمی تونه تو رو حقیقتاً شادمان و دل آسوده کنه. شادمانی حقیقی و دل آسودگی حقیقتیست بی علت و از درون می جوشه. شور و سرمستی هستی. شادمانی حقیقی و دل آسودگی پاره ای از ساحت آرامشه. ساحتی که ساحت هستیست. این ساحت، ساحت فطرت توه، با توه، در توه، تو رو احاطه کرده. چیزی نیست که بخوای با کاری سخت و تلاش و مشقت به اون برسی. بسیاری از آدم ها هرگز متوجه نمیشن که رهایی رو نمیشه در کارها، داشته ها و دستاوردها یافت. اونهایی که متوجه این نکته میشن، دچار نوعی سرخوردگی و یأس و انزوا میشن و میگن اگه چنینه و هیچ چیز نمیتونه طعم کامیابی رو به ما بچشونه، پس دیگه چی باقی میمونه که بتونه توجیه کننده ی تلاش ها و کوشش های ما باشه؟ با چنین فهمی بوده که از زبان ایوب در تورات میشنویم که من همه کارهای جهان رو در پرتو خورشید دیدم. همه آنها باطل الاباطیلند و شمعی در مسافه باد. وقتی به این نقطه میرسی، یک گام از یأس فاصله داری و نیز فاصله تو تا روشن شدگی یک گام بیش نیست. یک راهب بودایی روزی به من گفت همه اون چیزی رو که در عرض 20 سال شاگردی آموختم میتونم در یک جمله خلاصه کنم. هر آنچه که روزی پدیدار میشود روزی نیز ناپدید خواهد شد. اون راهب میخواست بگه
آموختم که در مقابل آنچه که هست مقاومت نکنم. آموختم که به لحظه حال مجال بودن بدم و حقیقت ناپایدار همه چیزها و وضعیتها را بپذیرم. این گونه است که من به آرامشی ژرف و پایدار رسیدم. آرامشی که ضدی نداره. در برابر زندگی نیست. مقاومت نکردن در برابر زندگی حالتی است از لطف، روشنی و سبکبالی. این حالت وابسته اشیا و وضعیت ها نیست و در فراسوی خوب و بد قرار داره. وقتی وابستگی درونی تو به صورت ها و وضعیت های زندگی از بین میره، صورت ها و وضعیت های زندگی تو بسیار باشکوه و مطلوب و مطبوع میشه. این نکته بسیار متناقض به نظر میرسه. اون وقت چیزها، آدمها، وضعیتهایی که دوست داشتی داشته باشی تا احساس شادمانی کنی، بدون اینکه بخوای و بکوشی سراغت میان و تو آزادی از اونها بهرمند بشی و وجودشون رو قدر بدونی. البته همه این چیزها و وضعیتها هم دستخوش چرخه زندگی هست. می آیند و می روند. اما چون وابستگی تو به اونها از میان رفته، دیگه از رفتن اونها وحشتی نداری. زندگی آرام و طربناک می گذره. شادی و خوشبختی که از منبعی دست دوم و غیر از درون تو اخذ شده ریشه دار نیست. چنین شادی فقط انعکاس پرید رنگ شور و سرمستی وجوده. هستی تو رو به فراسوی قطبهای متضاد ذهن میبره و از وابستگی به صورتهای فانی رها میکنه. اون وقت اگه دنیا بر سرت آوار بشه، چراغ گرم و روشن دل تو خاموش نخواهد شد. ممکنه شاد نباشی، اما بی تردید در ژرفای آرامش درون خود آرمیده ای. استفاده و رهایی از ذهنیت‌ها و احساسات منفی. همه مقاومت‌های درونی شکلی از منفی‌گرایی در ذهن یا احساسه. هر منفی‌گرایی مقاومته. در این کتاب دو واژه رو هم معنا گرفته‌ایم. مقاومت و ذهنیت‌ها و احساسات منفی. منفی‌گرایی از تحریک شدن‌های جزئی شروع میشه تا خشم‌های شدید. از یک گرفتگی معمولی تا افسردگی شدید و خودکشی. مقاومت گاهی موجب دردمندی بدن عاطفی میشه. در این حالت حتی یک وضعیت معمولی هم ممکنه باعث منفیگرایی شدید، خشم، افسردگی و یا اندوه عمیق بشه. نفس معتقده که به واسطه منفیگرایی میتونه از واقعیت‌ها بهره برداری درست بکنه و اون چیزی رو که میخواد از اونها به دست بیاره. نفس معتقده که از طریق منفیگرایی میتونه شرایط مطلوب خود رو فراهم کنه و یا اینکه شرایط نامطلوب رو برطرف کنه. وقتی ناراحت هستی، ناخودآگاه این باور رو در خود پرورش میدی که ناراحتی تو مؤثره و با اون میتونی چیزی یا نتیجه‌ای رو که میخوای به دست بیاری. اگر تو، یعنی ذهن، باور نداشته باشی که ناراحتی و عصبانیت حربه ای مؤثره، اون وقت دلیلی برای ناراحت شدن نداری. واقعیت اینه که منفیگرایی هرگز مؤثر نبوده و نخواهد بود. منفیگرایی به جای فراهم آوردن شرایط دلخواه، اون شرایط را از تو دورتر میکنه. به جای برطرف کردن شرایط نامطلوب، اون شرایط رو فراهم میکنه. تنها نقش مفید منفیگرایی بر بهتر کردن نفس توه. به همین دلیل که نفس به منفیگرایی عشق می‌ورزه. همین که خود رو با شکلی از منفیگرایی یگانه گرفتی، دیگه نمی‌خوای اون رو رها کنی و همچنین در اعماق وجود دوست نداری که دگرگونی مثبتی در تو اتفاق بیفته. دگرگونی مثبت هویت تو رو با عنوان آدمی افسرده، خشمگین و غیر قابل انعطاف تهدید می‌کنه. تون وقت هر فرصت مثبتی رو در زندگی خود ندیده میگیری، انکار میکنی و یا اون رو ویران میسازی. این حالت بیماری شایعیه. منفیگرایی کاملا غیر طبیعیه.
منفیگرایی آلاینده روانیه. هیچ موجود زندهی جز انسان به زمین سخاوتمند و مهربان ستم نمی کنه. آیا تا کنون به درختی ناشاد و یا گلی افسرده برخورده ای؟ آیا دلفینی رو دیده ای که دلش گرفته باشه؟ آیا قورباغه ای رو دیده ای که بی انگیزه شده باشه؟ آیا گربه ای رو دیده ای که بی خواب شده باشه؟ آیا پرنده ای رو دیده ای که از کسی یا چیزی رنجیده یا متنفر باشه؟ تنها موجودی که منفیگرایی رو تجربه می کنه و اون رو در شکل‌های گوناگون رفتار عصبی بروز میده انسانه. به حیوانات و گیاهان نگاه کن و از اونها درس بگیر. پذیرش آنچه که هست و تسلیم به لحظه حال. اجازه بده اونها به تو بودن رو بیاموزن. اجازه بده اونها به تو یک پارچگی رو بیاموزن. یکی بودن، خود بودن، واقعی بودن. بگذار آنها چگونه زندگی کردن و چگونه مردن رو به تو بیاموزند و این رو بهت یاد بدن که چگونه زندگی و مرگ رو به یک مسئله یا مشکل تبدیل نکنی. من با استادان زن بسیاری زندگی کردم، یعنی با گربه ها. حتی مرغابی ها هم به من درس های معنوی یاد دادن. صرف نگاه کردن به اونها مراقبه است. ببین مرغابی ها چطور آرام شنا می کنند. با خود در صلح و آشتی کامل به سر می برند. کاملا در زمان حال حضور دارند. بی مزاحمت ذهن هستند. با وجود این گاهی دو مرغابی با هم می جنگند. بعضی وقتا بی دلیل و بعضی وقتا شاید به خاطر اینکه یکی از مرغابی ها به قلمرو مرغابی دیگه نفوذ کرده. این جنگ گاهی فقط چند ثانیه طول می کشه. اون وقت مرغابی ها از هم جدا می شن و در جهت های گوناگون شنا می کنند و می رن و با شور و حرارت بالهای خود رو چند بار به هم می زنن. اون وقت چنان آرام و در صلح و صفا شنا می کنن که انگار هرگز با هم نجنگیدن. وقتی برای نخستین بار این صحنه رو دیدم، ناگهان متوجه شدم که اونها با بال زدن های مکرر مازاد انرژی بدنشون رو تخلیه می کنن و به این ترتیب از جمع شدن و تبدیل اون به ذهنیت ها و احساسات منفی پیشگیری می کنن. این بصیرتی طبیعیه. اونها به راحتی از این بصیرت طبیعی استفاده می کنن. چون در اونها ذهن نیست که گذشته رو در خود ذخیره کنه و اون وقت پیرامون آن گذشته برای خود هویتی بسازه. پرسش: آیا یک احساس منفی نمیتونه پیامی مهم در بر داشته باشه؟ برای مثال اگه من اغلب احساس افسردگی میکنم، این احساس میتونه نشونه اون باشه که خطایی در زندگی من وجود داره و به این ترتیب منو وادار کنه تا در وضعیت زندگیم به دنبال اون خطا بگردم و تغییراتی در زندگی ایجاد کنم. بنابراین لازمه به اون چیزی که احساسم به من میگه گوش بسپارم و اون رو به عنوان چیزی منفی کنار نذارم. پاسخ: آره، احساس منفی تکراری گاهی برای ما پیامی داره، همونطور که بیماری پیامی به ما میده. اما هر تغییری که ایجاد میکنی، چه در رابطه با کار خود، روابط خود، محیط خود، نهایتاً بزک کردن وضعیت زندگی تو، مگر اینکه خواستگاه این تغییر آگاهی تو باشه. منظورم از آگاهی حضور توه. اگه به درجه ای از حضور رسیده باشی، دیگه به ذهنیت ها و احساسات منفی نیازی نداری تا به تو بگن چه خللی در زندگیت واقع شده. اما تا زمانی که این گرایش ذهنی عاطفی منفی وجود داره از اون استفاده کن. از اون به عنوان علامت و نشانه استفاده کن که به تو میگه بیشتر حضور داشته باش. پرسش: چطور از ایجاد گرایش های ذهنی عاطفی منفی جلوگیری کنی؟ چطور از شر اونا خلاص بشی؟ پاسخ: فقط با حضور که میشه از ایجاد ذهنیت ها و احساسات منفی پیشگیری کرد. اما دل سرد نشو. تا کنون فقط تعداد کمی از آدم ها تونستن به ساحت حضور آگاهانه دست پیدا کنن. گرچه عده‌ای به این ساحت کاملا نزدیک شدن. من اطمینان دارم که به زودی تعداد انسانهای بیدار و حاضر و آگاه بسیار زیاد خواهد شد. هر وقت شاهد شکلی از منفیگرایی و
در درون خود بودی، اون رو شکست تلقی نکن، بلکه نشانه مفید بدان که به تو میگوید بیدار شو، از ذهن خود بیرون بیا، حاضر باش. آلدوس هاکسلی رمانی داره با عنوان جزیره. اون این رمان رو زمانی نوشت که به آموزه‌های معنوی علاقمند شده بود. این رمان درباره آدمی کشتی شکسته که در جزیره دور افتاده از همه جهان تنها مونده. ویژگی منحصر به فرد این جزیره اینه که مردمش همه عاقل و فرزانه اند. نخستین چیزی که توجه شخصیت این رمان رو به خود جلب میکنه، توتی هایی هستند که روی شاخه های بلند درخت نشستند و مدام تکرار میکنند: توجه، توجه، اینجا و اکنون، اینجا و اکنون. در ادامه داستان میخوانیم که ساکنان جزیره به توتی ها یاد دادند که مدام این جمله ها رو تکرار کنند تا برای اونها یادآوری بشه که باید در لحظه حال زندگی کنند. بنابراین هرگاه گرایشی منفی رو در درون خود احساس کردی، چه توسط عاملی خارجی برانگیخته شده باشه و یا توسط عاملی مبهم که خودت هم نمیدونی چی بوده، اون رو صدایی تلقی کن که به تو میگه توجه، اینجا و اکنون، بیدار شو. حتی یک تحریک عاطفی جزئی هم مهمه، باید مشاهده بشه. در غیر این صورت واکنش های ناآگاهانه بسیاری در وجود تو تلمبار خواهد شد. همونطور که پیش از این گفتم، این گرایش منفی رو میتونی به راحتی کنار بذاری. با دانستن اینکه این میدان منفی انرژی رو نمیخوای و این میدان منفی انرژی هیچ فایده‌ای برای تو نداره، اما اطمینان حاصل کن که این گرایش منفی رو کاملا کنار گذاشته ای. اگر نمیتونی اون رو کاملا کنار بذاری، فقط بپذیر که چنین گرایشی در تو هست و توجه خود رو به اون معطوف کن. در ضمن به جای کنار گذاشتن یک واکنش منفی، میتونی خود رو نسبت به کنش ها و علت های بیرونی چنان شفاف کنی که وقتی اونها با تو برخورد میکنن، از وجود شفاف تو عبور کنن بی آنکه اثری از خود در تو به جا گذاشته باشن. ابتدا با چیزهای کوچک و جزئی شروع کن. مثلا آرام در خانه نشسته ای، ناگهان صدای گوشخراش اتومبیلی رو میشنوی، تحریک آغاز میشه. هدف از تحریک شدن تو چه بوده؟ هیچ. پس چرا اون رو آفریده ای؟ تو اون رو نیافریده ای، ذهنه که اون رو آفریده. تحریک شدن تو امری غیر ارادی، خود به خودی و کاملا ناآگاهانه بوده. چرا ذهن اون رو آفریده؟ چون ذهن به این باور ناآگاهانه چسبیده که مقاومتش، که تو معمولا اون رو به شکل ناراحتی ها و ناخرسندی ها تجربه می کنی، به طریقی می تونه این شرایط نامطلوب مثل صدای گوشخراش اتومبیل رو برطرف کنه. البته این وهمی بیش نیست. مقاومتی که ذهن ایجاد می کنه، که در این مورد همون تحریک شدن و یا عصبانی شدن از صدای گوشخراش اتومبیل، بسیار ناراحت کننده تر از خود علت ناراحتیه. همه این وضعیت ها رو میشه به تمرینی معنوی تبدیل کرد. احساس کن که شفاف شده ای، بدون توده متراکم بدنت که مانع عبور نور میشه. اکنون اجازه بده سر و صداها و یا هر چیزی که موجب ناراحتی تو و برانگیختن واکنش های منفی در تو میشن، از شفافیت وجود تو عبور کنن، مانند عبور نور از شیشه شفاف و پاک. اینها دیگه به دیواری در تو برخورد نمی کنند و در تو نمی مونند. همونطور که گفتم، ابتدا با چیزهای کوچک و جزئی شروع کن. صدای ماشین ها، جیغ و فریاد بچه ها، ترافیک سنگین خیابان. به جای داشتن دیوار مقاومت در درون خود که این الگوی غلط نباید چنین باشه، همیشه و به طور دردناک به اون میخوره، اجازه بده همه این چیزهای ناراحت کننده از شفافیت وجود تو عبور کنند و برن. کسی به تو حرفی ناخوشایند و بی‌ادبانه میزنه. به جای خزیدن به واکنشی ناآگاهانه و منفیات مثل حمله، دفاع و یا انزوا، اجازه بده از تو بگذره و بره و در تو نمونه. دیوار مقاومتی در خود به پا نکن.
انگار اصلا کسی نبوده و نیست که تو رو با حرفهای خود برنجونه. بخشیدن همینه. به این ترتیب تو دیگه شکننده نخواهی. البته اگه دوست داشته باشی میتونی به اون شخص بگی که حرف یا عملش شایسته نبوده. اما دیگه اون شخص توان این رو نداره که زندگی و حالات درونی تو رو کنترل کنه. حالا دیگه تو ارباب وجود خود هستی. برده دیگری نیستی و با ذهن خود هدایت نمیشی. مکانیزم مقاومت همیشه یکسانه. چه هنگام شنیدن صدای گوشخراش یک اتومبیل باشه و یا حرف و عمل یک آدم بی‌ادب یا جاری شدن سیل، وقوع زلزله و یا از دست دادن دارایی ها. پرسش: من مراقبه های بسیاری داشتم. در کارگاه های عملی مراقبه شرکت کردم. کتاب های زیادی درباره معنویت مطالعه کردم. سعی کردم تا در حالتی از عدم مقاومت درونی باشم. اما اگه از من بپرسید که آیا آرامش حقیقی درون رو پیدا کردم یا نه، پاسخ صادقانه من نه. چرا نتونستم آرامش مذکور رو پیدا کنم؟ چه کار دیگه ای باید انجام می دادن؟ پاسخ: تو هنوز در بیرون از خود جستجو می کنی و نمی تونی از این حالت جستجو بیرون بیای. مدام فکر می کنی شاید کارگاه مراقبه عملی تازه بتونه تو رو به مطلوب خود برسونه. باید به تو بگم در جستجوی قرار و آرامش نباش. به تعبیر رومی، جمله بیقراریت از طلب قرار توست. طالب بیقرار شو تا که قرار آیدد. طالب حالت غیر از حالت کنونی خود نباش. در غیر این صورت در درون خود نزاعی می‌آفرینی و ناآگاهانه مقاومتی ایجاد می‌کنی. بیقرار بودن خود را ببخش. به محض اینکه بیقراری خود را کاملا می‌پذیری، بیقراری تو تبدیل به قرار و آرامش میشه. پذیرش کامل توئه که تو رو میرسونه، نه جستجوی تو. معجزه تسلیم همینه. عدم مقاومت و عدم واکنش کلیدیه که به همه قفل‌های بسته میخوره. 2000 سال پیش آموزگار بزرگ معنویت به طرزی سمبولیک گفته: آن روی دیگر صورت خیش را نیز پیش بیاور. منظور او واقعیت درونی تو بوده، نه صورت بیرونی زندگی تو. بانزان، یکی از بزرگترین استادان معنویت، سالهای سال به دنبال روشن شدگی بود، اما به اون نمی رسید. اون وقت روزی وقتی که مشغول قدم زدن در بازار بود، گفتگوی یک قصاب با مشتری خود رو شنید. مشتری گفت: بهترین قسمت گوشت رو می خواهم. قصاب جواب داد: همه قسمت‌های این گوشت بهترین هستند. هیچ قسمتی در این گوشت نیست که بهترین نباشه. با شنیدن این گفتگو بانزان به روشنی رسید. می‌بینم که منتظری تا توضیحی بدم. وقتی تو آنچه را که هست می‌پذیری، هر قسمتی از گوشت، یعنی هر لحظه بهترین می‌شود. روشن شدگی همین است. حقیقت شفقت. با رفتن به فراسوی تضادها و قطبهای ساخته و پرداخته ذهن، شبیه دریاچه ژرف میشی. وضعیت بیرونی زندگی تو و اون چیزی که در اون رخ میده سطح این دریاچه خواهد بود. سطح این دریاچه بسته به چرخه ها و فصل ها گاهی آرومه، گاهی مواج و طوفانی. اما در آن ژرفها دریاچه همیشه آروم و بی تلاطمه. تو همه این دریاچه هستی، نه فقط سطح اون. تو با ژرف‌های خود هم در ارتباط هستی، ژرف‌هایی که همواره آرام و بی‌اضطرابه. تو با چنگ زدن به وضعیتی خاص مانع دگرگونی نمی‌شی. آرامش درونی تو وابسته به وضعیتی خاص نیست. تو ساکن هستی هستی. هستی بی‌تغییر، بی‌زمان، جاودانه و زنده. بنابراین برای خوشبختی یا کامیابی به دنیای همواره در تغییر صورتها آویزون نمیشی. تو از این صورتها لذت میبری، با اونها بازی میکنی، صورتهایی تازه میآفرینی، زیباییشون رو تحسین میکنی، اما نیازی نیست که خود رو وابسته ی این صورتها کنی. پرسش: وقتی وابستگی خود رو رها میکنیم و وارسته میشیم، آیا از آدمهای دیگه جدا نمیشیم؟ پاسخ:
برعکس، تا زمانی که هنوز نسبت به هستی آگاه نشده ای، واقعیت آدم های دیگر را نمی بینی، چون هنوز واقعیت خود را ندیده ای. ذهن تو ممکنه از صورتهای اونها خوشش بیاد یا نیاد، صورتی که فقط بدن اونها نیست بلکه ذهن اونها را هم شامل میشه. رابطه حقیقی فقط زمانیه که آگاهی نسبت به هستی یا وجود باشه. وقتی واقعیت یگانه با همه چیز و همه کس خود رو پیدا کردی، اون وقت خواهی دید که ذهن و بدن آدم ها فقط پرده ایه که واقعیت اونها رو می پوشونه. همون واقعیتی که تو هم از اون برخوردار هستی. به این ترتیب وقتی که با درد و رنج و یا رفتار ناآگاهانه کسی مواجه میشی، اتصال خود رو با هستی حفظ میکنی و به این ترتیب قادر خواهی بود که در فرای صورت و احساس اون شخص، ذات نورانی او رو در آینه جان خود بتابانی. در ساحت هستی همه درد و رنج ها به خیالی تبدیل میشه. درد و رنج حاصل یکی انگاری خود با صورت هاست. معجزه شفا وقتی رخ میده که ما این حقیقت رو بفهمیم و فطرت حقیقی دیگران رو بیدار کنیم. اگه مستعد باشن. پرسش: آیا این همون شفقته؟ پاسخ: آری. شفقت تجربه اتحادیه که بین تو و همه مخلوقات عالم برقراره. اما این اتحاد یعنی شفقت دو وجه داره. از یک سو چون تو هنوز اینجا هستی و دارای بدن و شکل هستی، همچون همه آدم های دیگه و همه موجودات زنده دیگه در معرض شکنندگی و مرگ و میر هستی. دفعه دیگه وقتی که میگی من هیچ وجه مشترکی با این آدم ندارم، از یاد نبر که تو وجوه مشترکی با او داری. چند سال دیگه فرق نمی کنه، 2 سال یا 70 سال، هر دوی شما اجسادی هستین متلاشی شده. آنگاه مشتی خاک و سپس هیچ. این حقیقتی تأمل برانگیز که جایی برای غرور باقی نمیذاره. آیا فهم این موضوع فکری منفیه؟ نه، این موضوع واقعیته. چرا میخوای چشمان خود رو به روی این حقیقت ببندی و اون رو ندیده بگیری؟ بنابراین بین تو همه پدیده‌های دیگه ویژگی‌های مشترکی وجود داره. یکی از تمرین‌های معنوی بسیار نیرومند تأمل و مراقبه پیرامون فناپذیری صورت فیزیکی مونه. این همون گفته پرمغزه که میگه بمیرید پیش از آن که بمیرید. به ژرفای این حقیقت برو. صورت فیزیکی تو محو میشه و اثری از اون به جا نمیمونه. اون وقت لحظه ای میرسه که همه صورتهای ذهنی و افکار تو هم میمیرن. با وجود این تو هنوز هستی. همون ذات حقیقی تو که کاملا بیداره و هوشیار. هر آنچه که واقعی است هرگز نمیمیره. فقط نامها، صورتها و توهمات از بین میرن. شناخت این بود فناناپذیر و نامیرا، ذات حقیقی تو، بچه دیگه شفقته. در سطحی عمیق‌تر از تجربه و احساس، نه تنها نامیرایی خود رو، بلکه به واسطه درک نامیرایی خود، نامیرایی همه چیز و همه کس رو هم درک می‌کنی. در سطح صورت‌ها تو در میرایی و ناپایداری با همه چیز سهیم هستی. در ساحت هستی یا وجود، سهم تو و اونها در جاودانگی و درخشش حیات ابدیه. اینها دو جنبه شفقتن. در شفقت احساسات به ظاهر متفاوت غم و شادی به هم میآمیزند و به آرامشی ژرف بدل میشن. این آرامش سکونیه که هستی بر دلها حاکم میکنه. این آرامش بزرگترین موهبت زندگیه و نیروی عظیم از شفا و استحاله در خود داره. اما شفقت حقیقی چنان که من اون رو توصیف کردم بسیار کمیابه. احساس همدردی با کسی که رنج میبره به درجه بالا از آگاهی نیازمنده. اما این همدردی فقط یک روی شفقت. شفقت حقیقی بالاتر از همدردی و همدلی معمولیه. شفقت تحقق پیدا نمی کنه مگر آنکه غم در وجد هستی ذوب بشه. وجدی که فراسوی صورت هاست. وجد تجربه حیات طیبه و جاودانی. سفر به دیگر سو. پرش:
من نمیتونم مرگ بدن رو بپذیرم. مطمئنم که میتونیم به بیمرگی بدنی هم برسیم. ما مرگ رو باور کردیم. به همین دلیله که بدنمون میمیره. پاسو. بدن تو به این دلیل نمیمیره که تو به مرگ باور داری. اصلا بدن تو وجود داره یا ظاهراً وجود داره چون تو مرگ رو باور کرده. مرگ و بدن دو روی یک سکه. سکه توهم. این توهم رو نفس می آفرینه. نفسی که ذات حیات رو تجربه نکرده و خود رو جدای از هستی و مدام در معرض تهدید می بینه. به همین دلیله که نفس به تو القا می کنه که تو همین بدن هستی. مرکبی که همواره در معرض تهدیده. این تصور از خودت که بدنی شکننده هستی، روزی به دنیا اومده ای و چند سباهی دیگه خواهی مرد، وهمی بیش نیست. بدن و مرگ دو روی یک توهم. تو نمیتونی یکی از این دو رو بدون دیگری داشته باشی. هر جا که توهم بدن رو داری، توهم مرگ هم با اون هست. هر کجا که توهم مرگ رو داری، توهم بدن هم با اون هست. تو میخوای یک روی این سکه توهم رو، یعنی بدن رو داشته باشی و روی دیگه سکه رو، یعنی مرگ رو نداشته باشی. غیر ممکنه. یا سکه رو با هر دو روش نگه میداری و یا اینکه سکه رو با هر دو روش دور میندازی. با وجود این نمیتونی از بدن خیش فرار کنی و نباید هم این کار رو بکنی. بدن فهم غلط تو از حقیقت خیشه. اما حقیقت تو جایی در همین وهم و خیال نهفته است، نه بیرون از اون. بنابراین بدن تو تنها سرنخ تو برای رسیدن به حقیقت خیشه. اگه فرشته ای رو ببینی و اون رو با یک مجسمه سنگی اشتباه بگیری، تمام اون چیزی که باید انجام بدی اینه که نگاه خود رو میزان کنی و به اون مجسمه سنگی دقیق تر نگاه کنی. نه اینکه نگاه خیش رو به نقطه دیگه بدوزی و در جای دیگه‌ای به دنبال فرشته بگردی. اگه نگاه خود رو میزان کنی، متوجه میشی که اصلا مجسمه سنگی وجود نداشت. پرسش: اگه باور من به مرگ بدن رو میسازه، پس چرا حیوانات بدن دارن؟ حیوان نه نفسانیت داره و نه باوری به مرگ. پاسخ: با وجود این حیوان میمیره یا به نظر میرسه که میمیره. این نکته رو به یاد داشته باش که تصور تو از جهان انعکاس سطح آگاهی تو. به تعبیر رومی، لطف شیر و انگبین عکس دل است. یا در جای دیگه میگوید: ای برادر، تو همه اندیشه ای. تو از جهان جدا نیستی و در ضمن جهانی عینی بیرون از تو وجود نداره. در هر لحظه آگاهی تو جهانی رو میآفرینه که تو در اون ساکن هستی. اینگنشتاین میگه: ما از خلال زبانمان به جهان نگاه میکنیم. منظور او از زبان آگاهیه. با تغییر آگاهی ما، جهانی که در اون ساکنیم هم جهانی دیگه میشه. یکی از بزرگترین دستاوردهای نظری فیزیک جدید فهم اتحاد بین شاهد و مشهوده. کسی که مشغول انجام آزمایشه، یعنی شاهد، نمیتونه از پدیده مورد مشاهده خود جدا بمونه. بنابراین تغییر در شیوه نگاه به اون پدیده باعث میشه که اون پدیده دگرگونه جلوه کنه. اگه در سطحی عمیق‌تر از وجود خود باور کرده باشی که از آدم‌ها و پدیده‌های دیگه جدا هستی، اون وقت مشاهده می‌کنی که این باور تو در همه زوایای زندگی تو انعکاس پیدا می‌کنه و همچنین این نکته رو در می‌یابی که تصورات تو در زمینه‌های گوناگون زاده ترسند. تو ساکن جهان مرگ و بدنهایی میشی که با هم میجنگند، همدیگر رو میکشند و یکدیگر را میبلعند. هیچ چیز همونی نیست که به نظر میرسه. جهانی رو که از خلال ذهن نفسانی خیش میبینی جایی بسیار ناقص، حتی دره از اشکا. اما هر آنچه را که تصور میکنی فقط یک نشان است، مانند تصویرهایی که در خواب میبینی. به همین شیوه است که آگاهی تو رقص انرژی مولکولی جهان رو تفسیر میکنه و واکنش نشون میده. این انرژی ماده خام واقعیت به اصطلاح فیزیکی.
این انرژی رو در چارچوب بدنها، تولد و مرگ و یا تنازع بقا مشاهده می‌کنیم. تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی، یعنی جهانهای گوناگونی وجود داره. همه این جهانها از دل کیفیت آگاهی فرد اندیشنده بیرون میان. بنابراین ما در جهانی زندگی می‌کنیم که با تفسیر خود آفریده ایم. به همین دلیل همه ما در یک جهان زندگی نمی‌کنیم. هر موجودی نقطه مرکزی آگاهیه. گرچه همه این جهانها همبسته و به هم مربوطن. ما جهان یک آدم رو داریم، جهان یک مورچه رو، جهان یک دلفین رو و غیره. موجودات بیشمارن. موجوداتی که فرکانس آگاهیشون با فرکانس آگاهی تو فرق میکنه و تو حتی از وجودشون هم آگاه نیستی. اونها هم از وجود تو آگاه نیستن. عارفان که وحدت بنیادی خود با هم دیگه و با همه هستی رو تجربه کردن، همه شهروند یک جهانند. جهانی که در دید تو بهش جلوه میکنه. با وجود این همه جهانها هم بستند و در نهایت یکیان. بخش عمده جهان جمعی ما آدم ها زاده سطحی از آگاهی ماست که اون رو ذهن می نامیم. حتی در دل این جهان جمعی هم تفاوتهای بیشماری هست. خرده جهان ها به تصور تصور کنندگان و آفرینندگان جهان های مجازی تکیه دارن. چون همه جهان ها ربطی تنگاتنگ به هم دارن. در نتیجه وقتی آگاهی جمعی انسان دگرگون میشه، این دگرگونی در آب و گیاه و حیوان و پرنده هم منعکس میشه. به همین دلیل این عبارت کتاب مقدس رو میشه تحقق بخشید. روزگاری خواهد آمد که شیر و بره دوستانه در کنار هم زندگی کنند. این جمله به امکان برقراری مناسباتی کاملا متفاوت اشاره داره. دنیا اونجوری که اکنون به نظر ما میرسه انعکاس ذهن نفسانی ماه. ترس نتیجه اجتناب ناپذیر پندار نفسانیه. دنیاییست که توسط ترس اداره میشه. همونطور که تصویرهای یک رویا نشانه های حالتی درونی یا احساسات شخصن، واقعیت جمعی ما هم نشانه سمبولیک ترس و لایه های زخیم منفیاتیه که در روان جمعی بشر تلمبار شده. ما از جهان خود جدا نیستیم. بنابراین اگه اکثریت آدم ها از وهم و پندار رها بشن، این دگرگونی درونی روی همه چیز و همه کس اثر خواهد گذاشت. اون وقت تو دقیقا ساکن جهانی کاملا متفاوت خواهی شد. این دگرگونی تحولی در آگاهی سیاره‌ای خواهد بود. یکی از استادان زن گفته، سرانجام روزی فرا خواهد رسید که هر درختی و هر ساقه علفی به روشن شدگی رسیده. بنا به گفته قدیس پل، همه مخلوقات در انتظار شکوفایی آگاهی انسان هستند. منظور او اینه که همه پدیده های جهان در انتظارن تا صورت زیبای هستی رو در آینه بیزنگار دل آدمی مشاهده کنن. بنابراین جهان در انتظار توست. جهان بیتاب توست. اون چیزی که قرار به دنیا بیاد آگاهی تازه است و با این آگاهی تازه جهانی تازه به دنیا میاد. در کتاب مقدس میخوانیم آنگاه آسمانی تازه دیدم و زمینی تازه، زیرا آسمان کهنه و زمین کهنه به تدریج از میان رفته بودند. اما علت و معلول رو با هم قاطی نکن. وظیفه نخستین تو این نیست که جهانی تازه بیافرینی تا رستگار شوی. وظیفه نخستین تو اینه که از خواب یکی انگاری خود با صورت خیش بیدار بشی. اون وقت دیگه وابسته دنیا نخواهی بود، وابسته این سطح از آگاهی. به این ترتیب میتونی ریشه های خود رو در ذات نامتجلی هستی احساس کنی و خود رو از صورت ها و شکل ها و وضعیت ها برهانی. البته هنوز هم میتونی از لذت های گذرای این دنیا بهره مند بشی، اما دیگه از فقدان اونها در هراس نخواهی بود. بنابراین دیگه نیازی نیست که به چیزی بچسبی. گرچه از لذت‌های مادی بهره‌مند میشی، اما حریص نیستی. حالا دیگه با حقیقتی بی نهایت بزرگتر از لذت روبرو شده ای. بزرگتر از همه ی آن چیزهایی که در جهان صورتها قابل تصوره. به عبارتی دیگه تو محتاج دنیا نیستی.
دیگه حتی نیازی به این نداری که دنیا رو متفاوت با آنچه که اکنون هست ببینی. فقط در این ساحته که میتونی واقعا کمک کنی تا دنیایی بهتر آفریده بشه. دنیایی که در دیگر سوی این دنیای صورتها و وضعیت هاست. فقط در این ساحته که میتونی شفقت حقیقی نسبت به خلق رو احساس کنی و مددکارشون باشی. نه با جنگیدن با معلول ها، بلکه با ایجاد دگرگونی در علت ها. تنها کسانی که از جهان استعلا جستن میتونن جهانی بهتر و خوبتر و زیباتر بیافرینن. گفتم که شفقت طبیعتی دوگانه داره. آگاهی نسبت به میرایی و نامیرایی مشترکمون به دیگران. در این سطح عمیق شفقت به شفا تبدیل میشه. در این مرتبه قدرت شفادهی تو به کاری که میکنی متکی نیست، بلکه به نحوه بودن تو متکیه. هر کس که با تو در ارتباط قرار بگیره، حضور تو اون رو لمس خواهد کرد و آرامش تو بر او تأثیری عمیق خواهد گذاشت، چه او خود بدونه و یا ندونه. وقتی تو کاملا آگاه شده ای و کسانی که پیرامون تو هستن رفتاری ناآگاهانه بروز میدن، تو نیازی نمیبینی که واکنشی نشون بدی. بنابراین تو برای رفتار ناآگاهانه اونها واقعیتی قائل نیستی. آرامش و طمأنینه تو چنان ژرف و گسترده است که هر آنچه ناآرومه رو در خود گم میکنه، انگار که هرگز نبوده. در این حالت چرخه کنش و واکنش رو میشکنه. حتی حیوانات، درختان، گلها و گیاهان هم آرامش تو رو احساس خواهند کرد و به اون پاسخ خواهند داد. اون وقت زبانی میشی که هستی با اون سخن میگه. گوشی میشی که هستی با اون میشنوه. دستی میشی که هستی با اون میبخشه و نوازش میکنه. حنجره‌ای میشی که هستی با اون زیباترین آوازهای خود رو زمزمه میکنه. نور جهان میشی. آگاهی ناب میشی. علت رنجهای دیگران رو میشویی و میبری بدون اینکه خود رنجور بشی. نور آگاهی تو ظلمت ناآگاهی دیگران رو میزداید. در ضمن بودن تو به دیگران میآموزه که چطور خود رو از زندان ذهن برهانند، الگوهای ناآگاهانه خود رو بشناسند و غیره. نحوه بودن تو بزرگترین آموزگار دگرگونی جهانه. آنچه که هستی همواره مهمتره از آنچه که میگویی. آنچه که هستی حتی از آنچه که میکنی هم مهمتره. علاوه بر این شناخت برتری بودن و عمل در سطح علتها مانع از این نمیشه که دست به عمل در سطح معلولها هم بزنی و رنجهایی که میبینی التیام ببخشی. اگر گرسنه ای از تو نان بخواهد و تو نان داشته باشی به او نان خواهی داد. اما وقتی که نان خود رو به او میدهی، اون چیزی که واقعا برات مهمه سهیم شدن حضور خود با اوست. نان بهانه ای برای سهیم شدن حضور تو. اینجاست که شفا تحقق میپذیره. در لحظه ای که نبخشنده نان میماند و نگرسنه ای که نان را میگیرد. پرسش: اما اصلا نباید گرسنه و گرسنگی وجود داشته باشه. چطور ممکنه جهانی بهتر بسازیم بدون اینکه ابتدا از شر گرسنگی و خشونت رها شده باشیم؟ پاسخ: همه شرها و شرارتها معلول ناآگاهی هم. تو میتونی از آثار ناآگاهی بکاهی، اما نمیتونی اونها رو کاملا از بین ببری مگر اینکه ابتدا علت رو از میان برداشته باشی. آثار ناآگاهی، شرها و شرارتها به پشه ها میمونن. ناآگاهی به مرداب میمونه. میتونی پشه ها رو مدام بکشی، اما نمیتونی از شر پشه ها خلاص بشی مگر اینکه ابتدا مرداب رو بخشکانی. دگرگونی از درون آغاز میشه نه از بیرون. اگه احساس میکنی ندایی تو رو فرا میخواند تا از آلام انسانها بکاهی، به این ندا پاسخ مثبت بده. اما به یاد داشته باش که اگه همه توجه خود رو به بیرون معطوف کنی، سرانجام ملول و مایوس خواهی شد. اگه در آگاهی بشر استحاله ای رخ نده، آلام بشر رو پایانی نخواهد بود. بنابراین شفقت تو نباید یک بودی باشه. باید بین احساس همدردی با درد دیگران و تمایل به کمک به اونها از یک سو و شناخت عمیق تو از حقیقت جاودانه حیات تعادلی برقرار باشه. در ضمن از یاد نبر که همه دردها و رنجها سرشتی از وهم دارن. اون وقت اجازه بده زلال آرامش تو جاری بشه و
و همه اعمال تو رو سیراب کنه. به این ترتیب هم زمان هم به معلول ها پرداخته ای و هم به علت ها. همونطور که نمیتونی با تاریکی به جنگی، با ناآگاهی هم نمیتونی به جنگی. اگه این کار رو بکنی، قطب مخالف رو تقویت کرده ای و ریشه اون رو عمیق‌تر. به این ترتیب تو هم با یکی از قطب ها همزاد خواهی شد و یک دشمن خواهی آفرید. خودتو هم به دره ناآگاهی خواهی افتاد. برای محو کردن ناآگاهی و زدودن تاریکی باید آگاهی رو اشاعه داد و چراغی برافروخت. اگه نمیتونی آگاهی رو اشاعه بدی، اگه نمیتونی چراغی برافروزی، حداقل شیوه مقاومت انفعالی و نفعال رو پیش بگیر. اما مطمئن شو که در درون خیش دیوار مقاومتی، نفرتی، خشمی، ذهنیت‌ها و احساسات منفی دیگر رو برپا نکرده ای. مسیح می گفت دشمن خود را دوست بدار. معنای سخن او این بود: دشمنی نداشته باش. وقتی به معلول‌ها می پردازی، به سادگی خود رو در اونها گم می کنی. بسیار هوشیار باش و حضوری پررنگ و نیرومند داشته باش. علت‌ها باید مرکز توجه تو باشن. به دیگران درس روشنی و رهایی بده. اجازه بده این هدف تو باشه. آرامش تو بهترین هدیه‌ایه که میتونی به جهان بدی.